به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز با یک بخش آموزشی کوتاه دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. در این بخش آموزشی قصد دارم تا نحوه ایجاد صفحه رندر در نرم افزارهای تدوین رو خدمتتون آموزش بدم. ایجاد صفحه رندر در نرم افزارهای تدوین کار زیاد پیچیده‌ای نیست. در این بخش آموزشی قصد دارم این مورد خاص رو کاملا به صورت پروژه محور خدمت دوستان معرفی کنم. امیدوارم که ببینید در مورد استفادهتون قرار بگیره. ببینید دوستان، معمولا کار خب به این شکل هستش که شما وقتی که یک فیلم رو آماده میکنید، DVD 1 و DVD 2 رو به مشتری تحویل میدید که معمولا خب این DVD 1 و DVD 2 در گذشته نچندان دور به عنوان کار فینال ازش نام برده میشد، ولی امروز تبدیل به چک DVD شده. مشتری DVD رو تحویل میگیره، کار رو میبینه، اگر اصلاحی داشت میده و در نهایت خروجی فلشتی رو تحویل مشتری میده. البته همین ارائه DVD هم به مشتری تقریبا میگه در 50-60% کارها به کل دیگه از بین رفته و مشتری همون بار اول در ابتدا داره خروجی فول اچ دی کار رو از شما تحویل میگیره. اما مشکلی که همیشه بچه دارن اینه که باید برای گرفتن خروجی DVD تک تک ترک ها رو رندر بگیرن و یه مقدار خوب زمان رو درد سر داره. اما ببینید چطور میشه از این مشکلات رهایی پیدا کرد. شما در ابتدا میایید پروژه کارتون رو باز میکنید. ببینید دوستان، این پروژه نهایی هستش که به مشتری تحویل دادیم ما، اما خب به صورت DVD بوده. حالا ببینیم که چطور میتونیم تمام این سکانس هامون رو یک جا رندر بگیریم با خیلی راحت. یعنی پارت کلیپ عکس، پارت ماشین سواری، پارت سالن زنونه، کلیپ رقص، مجدد سالن زنونه، آخر شب، پشت صحنه و غیره. ببینید قبل از هر چیز وارد منو ستینگ میشید، در قسمت پروژه ستینگ دکمه چنج رو میزنید و اینجا رزولوشنی که میخواید به مشتری به صورت خروجی فینال بهش ارائه بدید رو انتخاب میکنید. من اینجا میذارم به عنوان مثال 1920x1080. قسمت فیلدها پروگرسیو رو انتخاب میکنم چون که پروگرسیو در واقع کیفیت خیلی بهتر و شارپتری داره و بهتره که خروجی نهایی کارتون رو روی هارد به صورت پروگرسیو و نو فیلد ارائه بدید. اگر اینجا پروگرسیو رو فعال کردید و در این قسمت با یک ارور قرمز رنگ مواجه شدید، در این باکس گزینه استاندارد رو انتخاب بکنید و دکمه اوکی رو بزنید. بعد از اینکه فرمت پروژهتون رو مشخص کردید، یعنی 1920x1080، وارد تایملاین میشیم. درون سکانس 1مون دکمه F11 رو میزنم. در این قسمت سمت چپ گزینه H264 رو انتخاب میکنم. وقتی که این گزینه رو انتخاب کردید، اگر در پانل روبرو گزینه H264 موجود نبود، در این قسمتی که گزینه اینیبل کانورسیشن رو فعال کنید. این رو که فعال کردید، اینجا هم مجدد H264 رو انتخاب میکنید و در اینجا روی دکمه Add to Batch List کلیک میکنید، نه Export. این دکمه رو میزنم، ازم یک آدرس میخواد، میرم در آدرس خود محل ذخیره فیلمم یک پوشه درست میکنم تحت عنوان Full HD و بهش اسم میدم. کلیپ اولم یک کلیپ عکس هستش، میذارم یک بوله. سیو رو میزنم. وارد سکانس بعد میشم، کلیپ ماشین سواری هست F11. همونطور که میبینید فرمت قبلی منتخب هست، Add to Batch List. آدرسی رو هم که مشخص کردم اینجا برای من به صورت پیش‌فرض فعاله. پس نیازی نیست دیگه مجدد دنبال آدرس هم بگردم. فقط اسم سکانس هم رو میذارم. دو کار. وارد سکانس بعد میشم. F11 بچ لیست. سه سالن. میبینید که همیشه دیگه چقدر راحته. F11 اتو بچ لیست. چهار دنس. خب ببینید دوستان، الان این کاری که ما داریم انجام میدیم، ببینیم در واقع چه اتفاقی افتاد. در این قسمت وارد منوی فایل میشیم، اینجا گزینه اکسپورت، روی گزینه بچ اکسپورت کلیک میکنیم. ببینید دوستان، یک پنجره اینجا در اختیار شما قرار میگیره. سکانس هایی که معرفی کردید به بچ لیست اینجا به صورت لیست میتونید مشاهده بکنید. ببینید سکانس اولی که معرفی کردم سکانس وله بود. تایمش 2:27 هستش. فرمتی که برای خروجی انتخاب کردم H264. آدرسی هم که برای این خروجی مشخص کردم اینجا مشخص هستش. اسمی هم که انتخاب کردم به اسم یک بوله، فرمت هم که MP4. برای ماشین سواری همینطور، سالن اپیک همینطور و دنس همینطور. شما تمام این سکانس ها رو میتونید مرتب معرفی کنید به بچلیست. من اینو فعلا کنسل میکنم و تا انتها این کار رو ادامه میدم. همونطور که میبینید تمام سکانس های من اینجا به صورت لیست مرتب شدن و در آدرس های مشخص با اسم مشخص این امکان هستش که همه رو یک جا خروجی بگیرم. اما کار دیگه که میخوام بکنم چی هستش؟ ببینید من الان به عنوان مثال اینجا یه تعداد فیلم دارم، مثلا 8 فیلم، که این 8 فیلم همه آماده است، مشتری هم همه اینا رو خروجی فلشش رو از من خواسته. پس میتونید همه اینها رو یک جا معرفی کنید به بچ لیست و همه رو یک جا بذارید برای خروجی تا یک شب تا صبح تمامی این رندرها انجام بشه و در طول روز در واقع معطل این رندرها نشید.
حالا ما چطور فیلم بعدی رو به این صفحه رندر معرفی کنیم؟ ببینید، من اینجا وارد منوی فایل میشم، روی گزینه ایمپورت سکونس کلیک میکنم، دکمه بروز میرم، فیلم خودم رو پیدا میکنم. به عنوان مثال فیلم بعدی من این هستش. میرم پروژه‌ای که میدونم تمامی سکانس ها اونجا هستش و ادیت شده رو انتخاب میکنم، دکمه اوپن رو میزنم. فقط به این دو تا گزینه حواستون باشه، سعی کنید که تیک این گزینه ها رو بردارید. اگر این تیک فعال باشه، تمامی محتویات پروژه جدیدتون رو وارد بین پروژه فعلی میکنه. اگر به اصطلاح تیک پایین هم فعال باشه، که همونطور که میدید نوشته کپی، میاد محتویات در واقع اون پروژه رو تماما کپی میکنه در محل ذخیره سازی این پروژه، و این خیلی میتونه برای شما زمان بر باشه، چون که نیازی به این کپی و ایمپورت ها نداریم و فقط سکانس های نهایی رو میخوایم برای رندر گرفتن. پس این تیکا رو غیر فعال کنید. به این علامت هشدار عدم تطابق رزولوشن دو تا پروژه اهمیت ندید، چون که الان اینجا اوکی بکنید و یس رو بزنید، برای اینکه تنظیمات پروژه فعلی خودتون به هم نخوره. ما همین تنظیمات پروژه فعلی رو برای خروجی نیاز داشتیم، پس فقط دکمه اوکی رو زدید. در این قسمت دوستان ببینید، یک سکانس برای من اومد تحت عنوان وله، چون که این سکانس قبلا درون این پروژه وجود داشت، یعنی سکانسی تحت عنوان وله داشتیم، به صورت پیش فرض نرم افزار اون رو تحت عنوان وله یک نامگذاری کرد. استارت دارم، باغ دارم، میبینید که جدید، در پروژه قبلیم استارت و باغ نداشتم. اما وقتی که به کار رسیدیم، چون که قبلا یک سکانس تحت عنوان کار داشتم، اینجا مجدد تحت عنوان کار یک نامگذاری شد. این سکانس های قبلی رو در صفحه رندر قرار دادیم. این اولین سکانسی هستش که از پروژه جدید ما وارد نرم افزار کردیم. همونطور که میبینید سکانس اول فعاله و این تعداد سکانس از یک پروژه جدید رو ما وارد این پروژه کرده. وارد سکانس اول میشم، مجدد همون کار رو ادامه میدم. F11 فرمت هم رو انتخاب میکنم، بچ لیست رو میزنم و حالا آدرس ذخیره سازی فیلم جدید رو میدم. میرم وارد محیط خود اون فیلم میشم، یک نیو فولدر فولشتی واردش میشم و اسمش رو میذارم یک شورت فیلم. ببینید دوستان، هیچ محدودیتی نداره. شما هر تعداد پروژه که بخواید میتونید وارد همین پروژه فعلی بکنید و تمامی اونها رو به همین شکلی که خدمتتون توضیح دادم در یک صفحه رندر بسیار بسیار طولانی قرار بدید. من بعضی موقع پیش میاد میخوام مثلا این صفحه رندر درست کنم، پیش اومده که چیزی حدود 180 تا سکانس برای خروجی داشتم، یعنی چندین و چند فیلم رو همه رو در صفحه رندر قرار دادم، دکمه اکسپورت رو زدم و شاید مثلا یک روزی که دفتر نمیخواستم بیام سیستم روشن بود و در تمام اون ساعت شاید مثلا 8 تا 9 تا 10 تا 12 تا فیلم رو یک جا رندر گرفتم. فقط نکته که در اینجا باید خدمتتون عرض کنم، اگر احساس کردید که یک سکانس رو به اشتباه وارد کردید یا دو بار وارد شد، میتونید اینجا تیکش رو غیر فعال بکنید. در واقع با این کار این سکانس دیگه رندر نمیشه. اگر هم احساس کردید که اسم رو اشتباه تایپ کردید، میتونید اینجا روی اسمش کلیک بکنید و اسم رو اصلاح بکنید. اگر هم احساس کردید که اصلا آدرس و مسیر خروجی رو اشتباه دادید، روی این دکمه کلیک بکنید. همونطور که می‌بینید آدرس و اسم مجدد در اختیار شما قرار می‌گیره. می‌تونید یک آدرس جدید و یک اسم جدید رو بهش معرفی بکنید. یک ادیت خیلی کوچیکی در همین پانل می‌تونید انجام بدید روی فیلم. اگر همه چیز آماده رندر بود، دکمه اکسپورت رو کلیک بکنید و با خیال راحت به کار دیگه‌تون برسید. سیستم شما بر اساس توانی که داره شروع می‌کنه خروجی رو گرفتن. فقط این در واقع آنالیز تعداد فایل‌هایی هستش که درون پروژه هست، چون که چندین و چند پروژه رو داخل یک پروژه دارید باز می‌کنید، فایل‌های ویدیویی زیادی داره، باید صبر کنید تا اون فایل‌ها تماماً فراخوانی بشه. همونطور که می‌بینید از 0 تا 100 زمان خروجی برای هر یک از سکانس شما هست تا انتها. خب دوستان، ببینیم که صفحه رندر درون نرم افزار پریمیر به چه شکل هستش. یک پروژه باز می‌کنم. خب ببینید دوستان، درون نرم افزار پریمیر هم به همین شکل هستش. یک سکانس داریم و می‌خوایم تشکیل یک صفحه رندر بدیم. کافیه که قبل از هر چیزی نرم افزار مدیا انکودر که هم ورژن همین نسخه پریمیرتون باشه رو باز بکنید. برمی‌گردیم داخل تایملاین، دکمه کنترل ام رو می‌زنیم. به عنوان مثال نوع خروجیمون رو مشخص می‌کنیم، H264 آدرس رو براش تعریف می‌کنیم، اسم رو براش می‌ذاریم و دکمه سیو رو می‌زنیم. ببینید دوستان، الان اگر دکمه اکسپورت رو بزنیم مستقیما شروع به خروجی گرفتن میکنه، اما اگر بخوایم که صفحه رندر تشکیل بدیم باید روی دکمه QA کلیک بکنیم. اگر هم مدیا انکودر باز نباشه، وقتی که روی QA کلیک بکنید به صورت اتومات نرم افزار مدیا انکودر خودش باز میشه و این سکانس وارد نرم افزار مدیا انکودر میشه. روی QA کلیک میکنم، منتظر میشیم تا این سکانس وارد بشه. خب همونطور که میبینید این سکانس وارد نرم افزار ادوبی مدیا انکودر شد. در این قسمت ادیت، منوی پرفرنسز برید،
و این تیک پریویو رو در این قسمت غیر فعال بکنید. این تیک اگر فعال باشه همزمان با رندر در واقع یک بخش گرافیکی از این فایل رندر شده رو هم در این قسمت نمایش میده که در واقع کارت گرافیک شما رو مشغول میکنه. الان دقت بکنید، من در این قسمت تیک پریویو رو فعال میکنم، اوکی، روی دکمه پلی کلیک میکنم. ببینید در این قسمت به صورت گرافیکی فایلی که داره رندر میکنه رو برای من به نمایش میذاره. وارد همین گزینه میشم، تیک پریویو رو غیر فعال میکنم و اوکی. همونطور که میبینید این صفحه استوب شد. در واقع با برداشتن تیک پریویو کمک میکنیم که فشار کمتری به گرافیک بیاد و سیستم از حد اکثر قدرت خودش برای خروجی استفاده بکنه. خب من این سکانس رو موقت پاک کردم. یک بار دیگه توضیح بدم خدمتتون، دکمه کنترل M فرمت رو انتخاب میکنید، محل ذخیره و اسمش رو مشخص میکنید، سیو رو میزنید، روی دکمه QA کلیک میکنید، وارد این نرم افزار شد. نرم افزار Adobe Media Encoder. شما میتونید اینجا دکمه پلی رو بزنید و خروجی کار رو بگیرید. تفاوتی که با صفحه رندر در ادیوز داشت این بود که شما وقتی که درون ادیوز از طریق بچ لیست شروع به خروجی گرفتن میکنید، با محیط ادیوز دیگه نمیتونید کار بکنید و باید منتظر بمونید تا خروجی به اتمام برسه. اما خوبی که داره نرم افزار پریمیر، وقتی که شما با ادوبی میدیا انکودر شروع میکنید به خروجی گرفتن از این در واقع سکانستون، میتونید نرم افزار میدیا انکودر رو بنزید پایین و دیگه با اون کاری ندارید و درون پریمیر میتونید داخل پروژه های دیگه. وارد سکانس سوم میشم، کنترل ام، اسم آدرس رو مشخص میکنم، سیو و کیوه. خب حالا دوستان شما مجدد اینجا هم مثل ایدیوز اگر بخواید میتونید پروژه های دیگه ای رو وارد نرم افزار پریمیر بکنید و اونها رو هم در صفحه رندر قرار بدید. به عنوان مثال من یک فایل رو میارم، به عنوان مثال باقی این کار میذارم درون فایل پروژکتم. ببینید از من یک سوال میپرسه که میخواهید نحوه ایمپورت این پروژه به چه شکل باشه. من در این قسمت کلیک میکنم روی گزینه ایمپورت سلکت سکانس، چون که میدونم داخل این پروژه سکانس های زیادی هست و نمیخوام همه اونها وارد نرم افزار بشه، گزینه سلکت سکانس رو انتخاب میکنم و اینجا هم گزینه کریت فولدر رو انتخاب میکنم تا سکانسی که داره ایمپورت میشه درون یک در واقع نیو فولدر درون فایل پروژکت من قرار بگیره. پس ایمپورت سلکت کریت نیو فولدر، اوکی رو میزنم. وقتی که اوکی کنید، چون که خواستید که یک سکانس رو انتخاب بکنید، تمامی سکانس هایی که داخل این پروژه هست برای شما به صورت لیست در این پانل نمایش داده میشه. شما حالا کاری که میتونید بکنید اینه که اون سکانسی که میدونید فیلم درونش ادیت شده و نیاز هستش که داخل این پروژه فراخوانی بشه رو انتخاب بکنید. من میام اینجا به عنوان مثال این سکانس رو انتخاب میکنم و دکمه اوکی رو میزنم. همونطور که میبینید یک نیو فولدر برای من ساخته شد و داخل این نیو فولدر اون سکانسی که انتخاب کردم وجود داره. میتونید روش دبل کلیک بکنید تا اون سکانس داخل این پروژه باز بشه. وقتی که داخل پروژه باز شد مجدد کنترل ام، الان چون که یک سری فایل آفلاین داره به من پیغام خطا میده، اوکی میکنید. در این قسمت اسم و آدرس و نوع خروجی رو مشخص میکنید، برای دکمه کیو ال کلیک میکنید. همونطور که میبینید سکانس بعدی من هم وارد صفحه رندر شد. با استفاده از این روش شما میتونید خیلی از سکانس های بسیار بسیار زیاد و بیشماری رو وارد نرم افزار ادوبی میدیا انکودر بکنید و همزمان کار خروجیتون رو انجام بدید. یک توضیح دیگه هم اینجا خدمتتون بدم، اگر هر زمان احساس کردید که در واقع خروجی یک فایلی رو به اشتباه اسم و آدرس دادید یا فرمتتون رو به صورت اشتباه انتخاب کردید، تنها کاری که میکنید روی این گزینه اسم خروجیتون رو یک بار کلیک بکنید. همونطور که میبینید مجدد اون صفحه قبلیتون باز میشه، میتونید اسم و آدرس رو مجدد تغییر بدید و یا نوع فرمت خروجی رو. همه چی که انجام شد اوکی میکنید و اجازه میدید که خروجی ها به ترتیب گرفته بشه. اما بریم سراغ نرم افزار افتر افکت، ببینیم که درون نرم افزار افتر افکت چطور میتونیم کار خروجی رو انجام بدیم. نرم افزار افتر افکت رو باز میکنم. خب ببینید دوستان، وارد پروژه افتر افکت هم میشم. به عنوان مثال این پروژه رو میخوام ازش خروجی تهیه بکنم. اون پروژه رو میکشم و مینزم داخل پانل پروژکت و منتظر میمونیم تا اطلاعات اون پروژه رو ببینیم. خب ببینید دوستان، به صورت یک نیو فولدر باز شد و میرم سکانس نهایی اون پروژه رو که باش آشنا هستم و میدونم مناسبم هست برای خروجی انتخاب میکنم. بعد از اینکه پروژه باز شد، در این قسمت من میخوام از این کامپوزیشن خودم خروجی بگیرم. کاری که میکنم دکمه کنترل ام رو میزنم. همونطور که میبینید بعد از زدن دکمه کنترل ام یک سکانس جدید باز شد تحت عنوان رندر کیو و یک در واقع فایل در صفحه رندر قرار داره تحت عنوان همین کامپوزیشنی که در حال حاضر فعال. در این قسمت مجدد میتونید در قسمت آوتپوت روی گزینه کلیک بکنید و
فرمت و مشخصاتی که مورد نظرتون هست رو انتخاب بکنید و هر اون چیزی که حالا مورد نیازتون هست اوکی میکنید. در این قسمت میایید اسم و آدرس پروژه رو مشخص میکنید، در هر آدرسی که مورد نظرتون هست کارو سیو میکنید. وقتی که کار تمام شد روی دکمه رندر که کلیک بکنید شروع به خروجی گرفتن میکنه. اما من قبلش اون که میخوام پروژه دیگه رو هم درون این در واقع پروژه همزمان در صفحه رندر قرار بدم، پس من در این قسمت و یک پروژه دیگه رو هم وارد نرم افزار میکنم با عنوان مثال این پروژه. در این قسمت میام کامپوزیشن فینال رو باز میکنم، وارد کامپوزیشن که شدم مجدد دکمه کنترل ام رو میزنم. همونطور که میبینید سکانس بعدی من هم در صفحه رندر قرار گرفت. با استفاده از این دو گزینه میتونم مجدد آدرس محل خروجی رو مشخص بکنم. هر چند تا پروژه که خواستم میتونم درون این لیست در صفحه رندر قرار بدم. کار که تمام شد روی گزینه رندر یک بار کافیه کلیک بکنید. همونطور که میبینید این تیک برداشته شد و این کار در حال خروجی گرفتن هستش. هر موقع خواستید کار رو استاپ میکنید و اوکی. اما یک امکان خوب دیگه ای هم که هست خدمتتون عرض بکنم، یعنی شما میتونید وقتی که درون این سکانس هستید و میخواید اون رو خروجی بگیرید وارد منوی کامپوزیشن بشید، در این قسمت روی گزینه Add to Media Encoder QA کلیک بکنید. من وارد نرم افزار Add to Media Encoder میشم، منتظر میمونم تا اون کامپوزیشن برای خروجی وارد بشه. همونطور که میبینید این کامپوزیشن وارد نرم افزار Media Encoder شد. پس شما میتونید نرم افزار Media Encoder رو باز بکنید، هر چند تا کامپوزیشن و پروژه که خواستید از طریق نرم افزار After Effects اد بکنید داخل Add to Media Encoder، همینطور از درون نرم افزار Premiere و یک صفحه رندر بسیار بسیار طولانی رو در اینجا تشکیل بدید. وقتی که کارتون آماده شد تنها کافیه که روی دکمه پلی کلیک بکنید. البته خود نرم افزار Add to Media Encoder امکانات بسیار 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 زیاد و گسترده‌ای داره که در دوره آموزش پیشرفته تدوین به نکات بسیار مفید و کاربردی این نرم افزار حتما اشاره خواهم کرد.